حتما مطمئن بشید که ولاگ رو تا آخر نگاه کنید. امیدوارم بهتون یه دونه خدا از این دوستای خوب بده. فقط اومده که کیفای منو تا فرودگاه ببره. من دستم پره تا گرفتم. بعد پشتم کوله است. اوکی بچه ها، سریع باید بریم فرودگاه. ساعت 4 بعد از ظهر قرار پرواز کنیم. اولین پرواز به سمت ترکیه و بعد از اونجا ایران. Let's go. بچه ما از این ترن اومدیم بیرون. الان تا حالا از ترمینال آلمان براتون فیلم نگرفته بودم. دو نوع ترمینال داره، یکی یعنی دو تا ترمینال داره، یکی دو و ABCD داره. من اصلا نمیدونم، هیچ ایده ندارم چطوری بتونم پیداش کنم، ولی خیلی زود اومدیم. الان تقریبا ساعت 3 همونطور که میبینید ساعت 3 و ما ساعت 4:30 پرواز داریم. هنوز وقت داریم. یه دونه پلن اینجاست، بذار بریم ببینیم چطوریه داستانه. خواستم برم پاسپورتمو بدم که برام مهر رو بزنه، گفتش هنوز خیلی زوده. واسه همین تصمیم گرفتیم که بریم مکدونالدز. قرار مکدونالدز چیزی بخوریم که من از صبح هیچ نخورم، خیلی استرس دارم. اینجا خیلی خیلی شلوغ نیست، چون تو تایمی اومدم که همه مدرسه ها باز، همه میرن سر کار دیگه. بریم سری غذا رو بخوریم. بچه‌ها مکدونالدز بسته است. اومدیم از تو فروشگاه یه چیزی بگیریم که فقط گشنگی ذره برطرف بشه دیگه. چی بگیریم؟ چون نمیشناسم. پیتزا تونمایی برمیدارم. آقا من انقدر گشنم بود رفتم یه راند دیگه هم خریدم، با آب میوه یه هندونه. سالی اونجا نشسته با وصله و منتظره. اوکی بچه ها، باید یه حقیقتی رو بگم. من قرار نیست برم ایران. سالی قرار بره پیش مامانش. خیلی متاسفم واقعا. من خودم خیلی ناراحتم بابت این قضیه. دیگه برید همین دست. چوش پاس نه. چوش پاس نه. خب همونطور که دیدین سالی رفت و من هم دارم برمیگردم خونه. اینجا ولاگ رو میخوام به پایان برسونم. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. ایشالله روزش برسه که ما بیایم ایران. همینجوری از ترمینال خلاصه اینجا خیلی آب و هوای برگشت شده. امیدوارم تا اینجا از ولاگ خوشتون اومده باشه. سعی کردم
اتفاقاتی که توی امروز برام افتاده براتون فیلم بگیرم، هم فرودگاه های آلمان رو ببینید، با اینکه میدونم زیاد فرقی نمیکنه با اینکه ایران، ولی کلا خیلی ممنونم که از اینجا نگاه کردید. برای ساپورت کردن از من لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. فعلا بای بای. خب بچه ها، امیدوارم که از ولایی که دیدید خوشتون اومده باشه. فکر کنم همتون فهمیدید دیگه این دروغی که گفته بودم دروغ 13 بود، چون من توی 1 آپریل یا همون 13 در خودمون یه دونه دروغ گفتم که به همون دروغ 13 و دروغ آپریل معروفه. دروغ اما اینطوری گفتم که دو تا استوری گذاشتم که بهتون نشون میدم چی گذاشتم. دقیقا همین دوتا استوری قبلی گذاشتم که بهشون گفته بودم آقا من دارم میرم ایران و داستان و فلان، و به هیچ که خبر نداده بودم. با کلی از آدم ها که با هم دیگه نزدیک بودیم و با هم دیگه در ارتباط بودیم، بچه های دیسکورد، بچه هایی که استریمر بودن، اینا کلی برنامه داشتیم، ولی به هیچ کدومشون رسیدگی نکردم چون میخواستم خیلی طبیعی جلوه بدم. حتی از خانواده خودم، فقط مادر پدرم و خانواده خودم نمیدونستن، هیچ کس دیگه نمیدونست، و به هیچ کسی هم جوابی ندادم به خاطر اینکه دوست داشتم که اون دروغ 13 خیلی واقعی باشه. ولی واقعا بعد از اینکه دو تا استوری گذاشتم سورپرایز شدم، به خاطر اینکه به محض اینکه استوری آپلود شد کلی دایرکت اومد برام که کجا، کدوم شهر، کی میای، کی میرسی، بیای فرودگاه، چی کار فلان. اصلا پشمام ریخ، اصلا هیچ فکرشو نمیکردم کسی روز 13 شو اختصاص بده بیاد فرودگاه پیش من، وات دی فاک. و اینکه کلی انرژی مثبت گرفتم، کلی از بچه‌ها پیام دادید، من الان میتونم بهتون نشون بدم که چقدر حجم پیاما بالا بود. اینا فقط کسایی ان که من اکسپت کرده بودم، کلی پیام دیگه اومده بود. همین جوری برم پایین هنوزم هستن کسایی که پیام دادن که باز نمیشه. خیلیاتون فهمیده بودی که دروغ 13 است، اینم بگم چون توی دایرکتامون بالا میخونم، نتونستم هیچ کدوم از دایرکتاتون جواب بدم به خاطر اینکه میخواستم، گفتم جلوش خیلی طبیعی باشه به خاطر اینکه مثل بقیه مثلا حالات نوشتاری نبود. خیلی از یوتیوبرهای دیگه که من استوریشون نگاه کردم اینطوری بود که دوستاشون از یوتیوبر برن کنار و اینا. خب یکم تابلو این قضیه. و اینکه الان ویدیو رو شما یه روز بعد از 13 بدر دارین نگاه می‌کنین، چون قطعاً تو 13 بدر خونه نیستین که بخواید ویدیو رو نگاه کنین، مثلا یه روز بعدش آپلود می‌کنم که همتون بتونید ببینید. خیلی خیلی دوست دارم دروغای 13 که شما گفتید رو بشنوم، میخوام ببینم کدوم دروغش گرفته کدوم نگرفته، بعد سالهای بعد استفاده کنم. حتما حتما توی کامنت ها بنویسید چه دروغی شما گفتید. خیلی دوستتون دارم، عشق کنم، هیچ بگیر بخواهم ازش بیرون ندید. تا ویدیو بعدی، بای بای.